مراسم گرامی داشت از 26 دلوا و شکست شوروی از افغانستان. این مراسم که در تالار رادیو تلویزیون ملی برگزار شده بود، مقامات ارشد امارت اسلامی و شماری از شخصیت‌های جادی و مجاهدین اشتراک نموده بودند. امارت اسلامی در اعلامیه دفاع از استقلال کشور را مکلفیت دینی ار افغان دانسته و میگوید امان گونه که افغان‌ها در میدان جنگ پیروزند، در تعامل نیز متحد می باشند. افغانان متجاوز خلق ندی، خود نور و تجاوز هم نشیز غملی. تر شوروی ارغل ورسته د امریکا په مشری اشغال پیل او بیا ماته هم ثابت کړه چې افغانان د بیگانه ارغلونو په وړاندې خورا حساس دي او خپل ایمانی او دینی مکلفیت یې بولی چې خپل دینی ارزښتونو او د هیواد ازادۍ او خپلواکۍ څخه دفاع وکړي. افغانان که څنګه چې د جنگ په میدان کې ګټونکي او بریالي دي، همدا ډول په تفاهم او تعامل کې هم مخلص او متحد دي. در مراسم یک فیلم کوتاه مستند که نشان دهنده ظلم نظامیان شوروی بر مردم افغانستان و مبارزات مجاهدین در برابر آنان بود نیز به نمایش گذاشته شد. سخنرانان تجاوز قشون سرخ به افغانستان را یک حادثه دردناک و ناخوشایند برای ملت افغان دانستند. اما ملت افغان با مبارزه آزادی خواهانه توانست تا اشغالگران شوروی را از خاکشان بیرون برانند. د افغانان وحدت، د افغانان یووالی، د افغانستان تاریخ، آینده د نسل لپاره، د ټول شیان او د افغانستان د آبادۍ لپاره کوشش وکړي چې هر هغه څه نن په واسه کې باید را وړاندې شي او یو بل ته لاس ورکړي او هغه چا ته د دې امکانات برابر کړي چې په کوم کار کې دی پوهی. نن موجوده د افغانانو او موږ د قومونو په هوای په کار دی. انتظار می رود و بسیار بجا هست که در جهت یک پارچگی ملت افغانستان، در جهت تحکیم اخوت اسلامی و وحدت ملی افغانستان کوشش بیشتر صورت بگیرد تا این افتخار جاودانه نصیب این نظام باشد. این نظام توانست ملت افغانستان را، اقوام با هم برادر افغانستان را با رعایت عدالت و انصاف و با حکمت عملی و فداکاری اینها را یک پارچه ساخت. همچنان سخنرانان گفتند وحدت ملی افغانها باعث شد تا قشون 120 هزار نفری شوروی که مجهز به پیشرفته ترین جنگنده های نظامی و سلاح های مدرن بود را شکست دهند. مگو تاسی پی و حساس مرحله دی جهاد که فی الحال واقعیو دغه نظام چی دی دیر و مقدس و وینو پی نتیجه که منستر آغلی ده دغه نظام لمگو تاسی نبقا و فایخت غاری ترسو دغه مقدس نظام مضبوط او محکم و گرزو. ما بر تمام دنیایی را نشان دادیم که ملت ما اگر هرچی فقیر باشه، ما غلبه خون را بر شمشیر، ما غلبه کله و سر را در برابر تانک، ما غلبه چاقو و تبر را در برابر بزرگترین متجاوز دنیا به دنیا نشان دادیم که ملت ما با دادن خون از مرز خود، از وجب وجب خاک خود دفاع میکنه. این پیروزی مربوط مردم افغانستان است، مربوط هیچ فردی، هیچ گروهی، هیچ قومی، هیچ شخصی و هیچ فردی نبوده است، بلکه مربوط ملت افغانستان و مربوط تاریخ افغانستان هست و بوده. از سوی هم سخنرانان این مراسم بر حفظ ارزش‌های آزادی خواهانه ملت مجاهد افغان تاکید نمودند.